سلام، با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز یکشنبه 12 ماه جدی سال 1369 هجری خورشیدی است که برابر میشد با دوم ماه جنوری سال 2011 میلادی. در آغاز سرخطه چند خبر. غیر قانونی خواندن مداخله مقامات ادلیه و قضایی در نتایج نهایی انتخابات پارلمانی. تأکید واشنگتن بر گسترش مبارزه با حراس افغانی در افغانستان. و مراسم سوگند وفاداری رئیس جمهوری تازه برزیل. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. بنیاد انتخابات آزاد با عادلانه افغانستان هر گونه تصمیم و مداخله مقامات عدلی و قضایی را در نتایج نهایی انتخابات پارلمانی مخالف قانون میداند. این بنیاد از رئیس جمهور کرزی میخواهند تا به خاطر رعایت قانون اساسی و قانونهای دیگر کشور تلاش جدی نماید. این نهاد تاکید میورد که رسیدگی به تخلفهای انتخاباتی و اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی از صلاحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی است. پس از ایجاد دادگاه ویژه برای بررسی قضایای انتخابات مجلس نمایندگان و دستور رئیس جمهور کرزی، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در یک خبرنامه هرگونه مداخله و تصمیم نهادهای عدلی و قضایی را در روند و نتیجه انتخابات مجلس نمایندگان مغایر قانون اساسی و دیگر قوانین کشور می‌داند. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان تاکید می‌ورزد که رسیدگی به تخلف‌ها و تقلب‌ها و اعلام نتایج انتخابات از صلاحیت‌های قانونی نهادهای انتخاباتی می‌باشد. مداخله مقامات عدلی در رابطه با تغییر نتایج و یا ابطال انتخابات کاملا یک گپ غیر قانونی خواهد بود، به دلیل از اینکه ما در قانون انتخابات نتیجه نهایی و رابطه به ابطالش صلاحیت‌های کافی برای کمیسیون‌ها داده شده، مخصوصا کمیسیون شکایت انتخاباتی است. در همین حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از دادگاه عالی می‌خواهد تا به قانون انتخابات احترام گذارد و تنها درباره موضوعات جرمی قضایای انتخاباتی تصمیم بگیرند. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که صلاحیت تفسیر قانون اساسی را هم دارد، در این زمینه اظهارات خود داشته باشد تا این گپ از ابهام برآید و ایجاد این دادگاه مشروعیت پیدا کند، و یا هم در صورتی که خلاف قانون است، همین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی باید این را ثابت بکند. گفته می شود که بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با 7000 ناظر در 34 ولایت افغانستان از روند انتخابات مجلس نمایندگان نظارت می کرد. وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا خواهان مبادر شدن افغانستان به یک مرکز بازرگانی است. واشنگتن پست از زبان بای می نگارد که در کنار پایان بخشیدن به قاچاق، برای ایجاد سهولت‌های بازرگانی در افغانستان نیز تلاش خواهد کرد. در این حال و یک بار دیگر بر ادامه پیکارهای واشنگتن در کار مبارزه با حراس افغانی در افغانستان تاکید می‌ورزد. وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا در دیدارش با رئیس جمهور کرزی از تلاش‌ها برای جلوگیری از قاچاق مواد کیمیایی برای تولید مواد انفجاری و نیز درباره آموزش نیروهای پلیس برای بهبود امنیت مرزها سخن گفته است. بر بنیاد یک اعلامیه وزارت امور خارجه ایالات متحده، تلاش‌های واشنگتن در این اواخر بیشتر روی جلوگیری از قاچاق پول نقد و بیرون از افغانستان و ورود آمونیوم نایتریت به کشور تمرکز یافته است. اداره اوباما در کار مبارزه با حراس افغانی در افغانستان همچنان متعهد است. با گفته وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا، در 9 ماه گذشته نیروهای افغان و خارجی دستاوردهای چشمگیری در کار نظارت مرزها و جلوگیری از قاچاق داشتند. وزارت معارف از بازگشایی مکتب‌های بسته شده در ولایت‌های جنوبی خبر می‌دهد. این وزارت در تازه‌ترین کارهایش بیشتر از 40 مکتب را در 3 ولایت جنوبی بازگشایی کرده است. وزارت معارف میگوید که بیشتر از 50% از مکتب‌های بسته شده برای بیشتر از 200,000 دانش آموز بازگشایی شدند و تلاش‌ها برای باز شدن مکتب‌های دیگر نیز ادامه دارند. وزارت معارف میگوید که 41 مکتب را به همکاری عالمان دین، بزرگان قوم و شوراهای حمایت از آموزش و پرورش در ولایت‌های کندهار، هلمند و پکتیکا برای دانش آموزان بازگشایی کرده است. این وزارت میگوید که تا هنوز بیش از 350 مکتب دیگر بسته هستند و تلاش‌ها برای بازگشایی آنها نیز ادامه دارند.
مکاتب ما که بسته بود اون مکاتب ما تونستیم بازگشایی کنیم. مثلا من وقتی ما در یک ولایت یا در یک منطقه میخوایم مکتب بازگشایی بکنیم، در اینجا همکاری مردم محسوس است برای ما. همکاری شوراهای حمایت از مکاتب، والدین، متنفذین قومی، بزرگان قومی در اونجا و شخصیت های داخل در مجموع، خود از این مبین از این است که مردم میخواهد که معارف خود را کمک بکنند. وزارت معارف میگوید که نبود امنیت، نبود آموزگاران کافی و ساختمان ها و نیز عوامل دیگر سبب شدند تا ده ها مکتب برای دانش آموزان بسته بمانند. با گفته مقام های این وزارت، بانک در افغانستان بیشتر از 13,000 مکتب وجود دارد، اما هنوز هم نیم از این مکتب ها ساختمان ندارند. وزارت امور داخله پایکار با هراس افغانی را در سال روان میلادی شدت خواهد بخشید. سخنگوی وزارت امور داخله میگوید که این وزارت تدابیر ویژه امنیتی را برای سال 2011 میلادی روی دست دارد. وزارت امور داخله سال 2010 میلادی را یک سال پر از دستاور میداند. بانک وزارت امور داخله سال 2010 میلادی را پر از دستاورد میخواند، تاکید میورزد که باید در برابر مخالفان مسلح دولت و نیز پدیده هراس افغانی تلاش های بیشتر انجام شود. در این حال سخنگوی وزارت امور داخله میگوید که در سال 2010 میلادی آنان در 210 عملیات در برابر مخالفان مسلح دولت به گونه مستقل شرکت کرده بودند. سال 2010 میلادی از نقطه نظر وزارت امور داخله افغانستان در بود تعلیم و تربیت پلیس افغانستان، در بخش انکشاف قابلیت ها و کمیت پلیس افغانستان و در بخش مبارزه با جرایم جنایی و مواد مخدر سالی بوده پر از دستاورد و پر از انکشاف، ولی در قسمت مبارزه با تروریسم یا حملات هراس افغانی 1% کوچکی از انکشاف را ما شاهد هستیم. در سال 2010 میلادی افغانستان شاهد 6716 حمله هراس افغانانه بوده است که شامل 109 حمله انتحاری و 2309 انفجار ماین های کنار جاده که در آن 2403 غیر نظامی کشته شدند و 3571 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. در این حال در نتیجه پیکارهای نیروهای پلیس در برابر مخالفان مسلح دولت 5225 طالب کشته شدند و 5596 تن دیگرشان بازداشت شدند و همچنان در این رویدادها 1292 پلیس کشته شدند و 2447 تن دیگرشان زخم برداشتند. از سوی هم وزارت امور داخله از تلاش‌هایش برای تأمین امنیت در بخش‌های دوردست کشور در سال 2011 میلادی خبر می‌دهد. ما بتوانیم امنیت را به نقاط دوردست کشور، جایی که مشکلات امنیتی وجود داره، اوجا انکشاف بتیم و شاهد مرفوع شدن مشکلات امنیتی در اون نقاط باشیم. این گفته ها در حال ابراز می شوند که پیش از این دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا سال 2011 رو یک سال بسیار مهم برای افغانستان خوانده است. نپرداختن پول برق از سوی نهادهای دولتی سبب شده است تا شرکت برشنا نتواند پروژه هایش را عملی بسازد. این شرکت می گوید که وزارت امور داخله، ساعت عامه، تحصیلات عالی، ریاست آبرسانی و شماره دیگر از نهادها در حدود 600 میلیون افغانی از پول برقشان بدهکار هستند. شرکت برشنا می گوید که بزرگترین مصرف کنندگان برق نهادهای دولتی هستند و شمار از این نهادها حتی چندین سال است که پول برقشان را نپرداختند. وزارت‌های امور داخله و ریاست آبرسانی از جمله این نهادها هستند. کشورهای همجوار برق خریدیم، تأثیر می‌گذاره و ما نمی‌تونیم این پرداخت‌ها را به موقعش یا به شکل درست یا بدون از اینکه پول دیگه از جای دیگه بگیریم به طور قرضه یا کمک یا هر ترتیبی که هست نمی‌تونیم بپردازیم. اما وزارت داخله گفته‌های رئیس برق کابل را رد می‌کند و می‌گوید که این وزارت در این اواخر 70 میلیون افغانی به وزارت مالیه انتقال داده است. نه کدام مکتوب از جا برای ما مواصلت کرده، نه قرضداری از جا برای ما مواصلت کرده، بدون از دیگر که یا بگوید نگوید موضوع دولتی است، فی بین دولت است، اگر ما 70 میلیون از ارجان بودجه برشان انتقال کرده. از سوی هم شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون میگوید که این شرکت تا یک سال پیش در چارچوب یک تصدی فعالیت داشت و از 19 سال بدین سو 150 میلیون افغانی از رهگذر مصرف برق بدهکار بود.
اما پس از آن که این تصدی به شرکت مبدل شد، از 30 میلیون بدهیش 20 میلیون آن را پرداخته است. 136 میلیون افغانی ما فعلا سر مردم داریم که اگر همین دولت پول ما را برای ما بپردازه، ما میتونیم که ارگان‌های دولتی، البته که وزارت خانه‌های مختلف است، ما خود دانستیم که پول وزارت انرژی و آب برشان یا پول برق که از شرکت محترم برشناس ما برشان پرداخته بتانیم. شرکت برشنا میگوید که بیشتر پروژه های این شرکت توسط پول صرفیه های برق تمویل می شوند و اگر نهادهای دولتی و خصوصی پول صرفیه های برقشان را به موقع پرداخت نکنند، پروژه ها به تأخیر می افتند و مشکلاتی مانند قطع برق در زمستان ها پیش می آید. افغانستان در سال 2010 میلادی بلندترین رقم تولید مواد مخدر را در جهان داشته است. وزارت مبارزه با مواد مخدر با ابراز این مطلب دستاوردهای پارسال افغانستان را در پیکار با مواد مخدر اندک می‌داند و می‌گوید که افغانستان در حدود 85% مواد مخدر جهان را تولید می‌کند. این وزارت هشدار می‌دهد که اگر جامعه جهانی در سال 2011 میلادی افغانستان را در پیکار با مواد مخدر کمک جدی نکند، افغانستان، کشورهای منطقه و جهان با دشواری‌های زیاد روبرو خواهند شد. وزارت مبارزه با مواد مخدر با ابراز نگرانی از کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در کشور میگوید که بهای این مواد در حال حاضر در حدود 3% افزایش یافته است. این وزارت کمک های جامعه جهانی را در سال 2010 میلادی نابسنده میداند و میافزاید که اگر جامعه جهانی در سال 2011 میلادی افغانستان را در کار پیکار با مواد مخدر کمک های چشمگیر نکند، احتمال دارد که شماری از مردم دوباره به کشت کوکنار رو بیاورند. در سالی که گذشت افغانستان باز هم از جمله کشورهایی بود که بلندترین ریت تولید مواد مخدر در افغانستان داشت، یعنی بالاتر از 85% یعنی تریاک جهان افغانستان تولید میکرد. افغانستان مثل سال 2009 در سال 2010 باز هم سطح کشت به مو پیمانه سابقه، یعنی 1,23,000 هکتار باقی ماند. این وزارت تلاش های این نهاد را در کار مبارزه با مواد مخدر بسنده نمی داند و می گوید که نبود امکانات لازم نیز از چالش های هستند که این وزارت در عملی شدن برنامه هایشان با آن روبروست. با باور این وزارت افزایش کشت کوکنار در کشور مانی برنامه های توسعه شده است. اکثرا دونرها شکایت از این دارند که اونجا موجودیت مواد مخدر پالیسی های ما اجازه نمیده که ما بریم بری کشور در قسمت انکشاف و ترقی کدام کار انجام بدیم. وزارت مبارزه با مواد مخدر کشت این پدیده را در افغانستان با ادامه جنگ و تقویه مخالفان مسلح دولت سودمند میداند. عبدالباری راشد رئیس اکادمی علوم افغانستان برنده جایزه سازمان جهانی ایکو شد و میگوید یکی از اساس‌هایش درباره نقش اقتصاد اسلامی در توسعه جامعه برنده این جایزه شده است. در این حال، اکادمی علوم افغانستان برنده شدن اثر آقای باری را یک دستاورد بزرگ می‌داند. رئیس اکادمی علوم افغانستان می‌گوید این اثر به علت ویژگی‌هایش از سوی سازمان همکاری‌های اقتصادی یا ایکو این جایزه را به دست آورده است. این مسائل روشن ساختند که در طول تاریخ علم و تحقیق ای به اصطلاح تقریبا اولین بار است که با همی حجم و همی کیفیت یک اثر نشته میشه. اعضای اکادمی علوم افغانستان به دست آوردن این جایزه را برای افغانستان یک دستاورد میدانند. ای افتخار علوم در حالی که امروز یک بار دیگه ای را به جهانیان افغانان نشان دادن که در هر حالت استعداد خالق العاده دارند. از طرحهای سازندهی که پیرامون نقش اقتصاد اسلامی در انکشاف جامعه توسط آقای عبدالباری راشد تا مقاله شان ارائه شده و باعث کسب جایزه گردیده است، به نیکی یادآور شده و آن را ستوده است. افتخار ملت است و باز به شخص خود راشد سه به تمام اعضای اکادمی علوم. این سومین جایزه است که اکادمی علوم افغانستان از سازمان جهانی ایکو به دست می آورد. پیش از این اکادمی علوم افغانستان در بخش‌های علوم طبیعی و اقتصاد نیز جایزه‌هایی را از سازمان جهانی ایکو به دست آورده است.